پلیس مبارزه با مواد مخدر بیش از 400 کیلوگرم مواد مخدر نوع تریاک را در ولایت های نیمروز و غور کشف و ضبط کرده است. در پیوند به قاچاق این مواد 3 تن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ولایات نیمروز و غور در غرب کشور جایگاه باندهای مافیایی مواد مخدر در افغانستان محسوب می شوند و صدها قاچاقچی را در خود جای داده است. همکارم مرضیه حسینی گزارشی دارد که با هم می بینیم. دستگیری سه قاچاقبر مواد مخدر در ولایت‌های نیمروز و غور. پلیس ملی مبارزه با مواد مخدر نیمروز موفق به کشف و ضبط 330 کیلوگرم مواد مخدر نوع تریاک در این ولایت شده است. مسئولان فرماندهی پلیس این ولایت میگویند این مقدار مواد از یک منزل مسکونی در شهر زرنج مرکز نیمروز کشف و عامل آن از سوی پلیس نیز بازداشت شده است. تلاش مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر مقدار 330 کیلوگرم مواد مخدر تحت نام تریاک و به مظنونیت اسامی محمد ظریف ولد جمال که سنش 22 سال است توسط نیروهای امنیتی قماندانی امنی نیمروز دستگیر و دوسیه نسبتیشان به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده شد. به گفته فرمانده پلیس نیمروز فرد بازداشت شده قصد انتقال این مواد را به ایران داشته است. در همین حال مسئولان فرماندهی پلیس در غور نیز از دستگیری دو قاچاقبر مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهند. ضیاءالحق ثاقب فرماندهی پلیس این ولایت می‌گوید این افراد نیمه های شب پنجشنبه هنگامی بازداشت شدند که مقدار 125 کیلوگرم مواد مخدر نوع تریاک را از منطقه زرتلی ولسوالی دولتیار به سمت ولسوالی پسابند و از آنجا به ولایت هلمند منتقل می‌کردند. مواد مخدر نوع تریاک که به سه دانه مرکب بارگیری شده بود از طرف قریه گره ولسوالی دولتیار به طرف مسیر سرک ولسوالی پسابند در حال حرکت بودند که در منطقه زرتلی توسط پلیس بیدار و قهرمان مواد مخدر ما دستگیر شدند. در همین حال باشنده های ولایت غور تاکید می کنند که باید نیروهای امنیتی با قاچاقچیان مواد مخدر به صورت جدی برخورد کند. کشت و قاچاق مواد مخدر حرام است و کسانی که مواد مخدر قاچاق میکنه سرنوشتی صدها جوان افغان خراب میکنه و اوار مبتلا به مواد مخدر میکنه. امروز ما خوشحال هستیم که پلیس مبارزه با مواد مخدر فعالیت میکنه و ایار دستگیر میکنه و پنجه قانون میسپاره. در کمتر از 6 ماه گذشته در غرب افغانستان بیش از 5 تن مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده است. مسئولان محلی در این حوزه میگویند اکثر این مواد قرار بوده به خارج از کشور از سوی قاچاقبران انتقال داده شود. ولایت غربی افغانستان به دلیل داشتن مرز مشترک با کشورهای ایران، پاکستان، ترکمنستان و تاجیکستان جایگاه باندهای مافیایی مواد مخدر نیز محسوب می شود.